دوازدهمین روز فروردین ماه برابر با یک آوریل سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، افتتاح آرامگاه های حکیم عمر خیام، عطار نیشابوری و کمال الملک. آرامگاه حکیم عمر خیام واقع در شهر نیشابور استان خراسان رضوی است که در باغ مقبره امامزاده محروق از نوادگان امام چهارم شیعیان که به دست مهندس هوشنگ سیحون بنا نهاده شده و ساختمان‌های شاخص در طراحی تلفیقی عناصر سنتی و مدرن به شمار می‌آید. از آنجا که در چهار مقاله عروضی از جانب خیام آمده، آرزو دارم مزارم در جایی باشد که در بهاران برگ گل روی مزارم بریزد. در نخستین قسمت باغ که اختلاف ارتفاع 3 متری نسبت به درختان زردالو داشت، محل مقبره انتخاب گردید تا در فصل بهار شکوفه های زردالو روی مزار بریزد. سپس برای جداسازی آرامگاه خیام از امامزاده محروق برای باغ محوری ارضی تعریف شد تا آرامگاه را که در گوشه شمال شرقی باغ قرار گرفته بود از امامزاده جدا کند. خیام بزرگترین رباعی سرای ایرانی به شمار می آید. پس بر اساس طرح مهندس هوشنگ سیحون 20 رباعی که در اصل بودن آنها شکی وجود نداشت توسط جلال همایی انتخاب گردید تا برای اولین بار در ایران با خط شکسته به صورت سیاه مشق و توسط مرتضی عبدالرسولی بر روی هر کدام از فضاهای لوزی مانندی نگاشته شود که در اثر تلاقی ستونها ایجاد شده بود، که مجموعه ای انتزاعی و نمونه ای منحصر به فرد است از کاربرد خط تعلیق در کتیبه نگاری بناها. زیرا هرچند خط تعلیق امروز خطی از یاد رفته به شمار می آید، اما نخستین خط ایرانی است که در روزگار خیام در میان کاتبان کاربرد فراوان داشته. آرامگاه فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامی ایران، واقع در محوطه تاریخی شادیاخ که یکی از محله‌های قدیمی شهر نیشابور بوده که امروز به نام خیابان عرفان تغییر کرده و در حدود 1 کیلومتری غرب باغ آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری و امامزاده محمد محروق قرار گرفته، هرچند اصل این بنا به دوره امیر علی شیرنوایی در سده 9 هجری باز می‌گردد، اما در دوره پهلوی دوم به صورت کامل از نو مرمت گردیده، بنای کنونی آرامگاه دارای 8 ضلع و گنبدی کاشیکاری شده، 4 در ورودی و در نمای بیرونی آن 4 غرفه کاشیکاری شده می باشد که در وسط بقعه قبر عطار و 1 ستون 8 ترکی به ارتفاع 3 متر طراحی شده است.